همزمان با قدرت‌های خلاقی که به نفع جوامع بشری تلاش می‌کنند و شبان روز هم خود را صرف ابداع وسایلی برای آسایش و رفاه مردم می‌نمایند، افکار اسیان کرده و موجودات منحرفی هم هستند که با تلاش انتقام جویانه و خستگی ناپذیری در همه لحظات عمرشان حتی در خواب نقشه توطئه‌های خطرناک و خانمان براندازی می‌کشند. برای خونسا کردن عملیات این مردان و زنان نادرست در کلیه جوامع بشری تشکیلات وسیع به وجود آمده که بدون وقفه قدرت خود را صرف شناسایی و دستگیری آنها می کنند. بو این که در این مبارزه انسان با اهریمن همیشه شکست و تحمل عقوبت ناگوار با منحرفین است، ولی جدال و کشمکش این دو قوا گاه داستانهای جالب و مشغول کنندهی به وجود می آورد که تماشاشی را وامی دارد با شوق و لذت و انتظار شاهد پایان داستان باشد. و این نمونه ایست از این گونه جدال. سلام قربان. سلام. رد پای ازشون به دست آوردی؟ تا اندازه ای. بسیار خوب. ماموری انتخاب کردی؟ آره. یه نفر انتخاب کردم. تو هم باید دورا دور مواظبش باشی. اطاعت میکنم قربان. ببینم هیچ موفق شدی یکشونو بشناسی؟ بله. بهش میگن اسکندر خان. رئیس بانده. رئیس شناخته شد. این عکس کمک بزرگی به ما میکنه. بالاخره این بیورزه ها پیداشون نشد. شاید براشون اتفاقی افتاده. با اینکه فکر نمی کنم اینطور باشه تا یه ساعت دیگه هم صبر می کنم. ناگفته نمونه که من دیگه چشمم از این برا بچه ها آب نمی خورم. مثل اینکه اومدن. فکر می کنم با موفقیت برگشتن. خدا کنی. خب چطور شد؟ همونطور که دستور دادین جنسه رو تحویل گرفتیم، بعدم خودشو کشتیم. متشکرم، ولی خبر بدی براتون دارم.
به ما سوء زن پیدا کردن. مگه در تعقیبمون هستن؟ اینطور فکر میکنن. بهتره دو سه روز از شهر خارج بشیم تا سر و صداها بخوابه. شما دو نفرم از هم جدا بشین، ولی فردا صبح یه سری به من بزنین. من و هما تو هتلیم، کاری ندارم. میتونیم بریم. مواظب خودتونم باشین. اینا هم دارن کم کم شناخته میشن. باید فکر اساسی دیگه ای بکنم. منم با تو هم عقیده هستم. باید از وجود اشخاص مطمئنتر و تازه تری استفاده بکنی. فعلا برو لباس تو عوض کن تا زودتر بریم. چشم عزیزم. خوب از شهر فاصله بگیره، بعد بپیچ جلوش. چشم خوبه. تا چند دقیقه دیگه برای همیشه از شهر اسکندر راحت بشی. حالا موقعشه، تونتر برو بپیچ جلوش. بشه بشه. خب. به به اسکندر خان، رسیدم به خیر. بیا پایین، میخوام حسابمون رو با هم تصفیه کنیم. تو هم بیا پایین خوشگله. جنسا تو ماشینته ها؟ حتما میخوای ببری آبش کنی. کور خوندی، ماشین خالی خواست. ولی ما دست خالی نمیریم. اون خوشگله رو با خودمون میبریم. جسد تو رو هم همینجا میذاریم باشه. خودت میدونی که من آدم کش نیستم، ولی در عوض مجید که دستور دادی به جای پول گوله تحویلش بدن، میخوام بکشمت. بیا جلو خوشگله. نمایش خوبیه. میخوام با چشمات ببینی وقتی گوله تو شکم رفیقت جا میگیره چقدر طول میکشه تا اون بتونه گوله رو حذف کنه. از کمکتون خیلی متشکرم. اگه شما نبودین منو کشته بودن. کاری نکردم که قابل تشکر باشه. وظیفه‌م رو انجام دادم. آخه اونا سه نفر بودن. متشکرم. ولی با وجود این شجاعت شما بود که ما رو نجاتمون داد. متشکرم. راستی اونا کی بودن؟ نشناختم. فکر میکنم سارق بودن. چیزی که ازتون نبردن؟ نه نه، موفق نشدم. خب، بازم جای شکرش باقیه. خب، با عزت من مرخص میشه. کجا؟ اگه موافق باشین پیشنهاد میکنم برای آشنایی بیشتر یه جایی چند ساعتی رو با هم بگذرونیم. چطور؟ متشکرم. میخوام برم هتل تابوس یه 3-4 روزی رو استراحت کنم. چه خوب، اتفاقا ما مازیم اونجا هستیم. ما میخوایم 2-3 روزی رو استراحت کنیم. بله، باعث خوشبختیه. پس شما بفرمایید، منم پشت سرتون میام. خواهش میکنم. سوار شو عزیزم.
اینم که نشد. نمیدونم این جونور دیگه از کجا پیدا شد. اگه نیومده بود الان کلکشو کنده بودم. قصه نخو. همین روزه کلکشو میکنی نتا. میگم چطوره این کارو به مسعود واگذار کنیم؟ آها. مسعود؟ آره. باریکلا. فکر خوبیه. چون اسکندر اونو نمیشناسه. ولی شما سه نفرم بهش کمک کنی. اون که رو شاخشه به سلامتی. متشکرم. به سلامتی آشنایی امروز امیدوارم که دوام پیدا کنه. امیدوارم. به سلامتی. اجازه میفرمایید خانم رو به رقص دعوت کنم؟ خواهش میکنم. موافقین؟ بدم نمیاد. خواهش میکنم. شکار خوبی. به هر زنی به زیبایی شما ندیده بودم. متشکرم. شما هم جوونه تو دلبرویی هستی. از وقت خوشتون میاد؟ ممکنه. اون آقا شوهر دونه؟ نه، با هم دوستی. ولی ازش خوشم نمیاد. بس ممکنه امشب در خدمتتون باشم؟ نصف شب سری میزنم. ولی باید زود برگردم چون ممکنه بفهمه. متشکرم. کجا با این عجله؟ اوه صبح بخیر خانم خوشگله. انشالله که دیشب خوب خوابیدید. آره، ولی بازم جای شما خیلی خالی. اسکندر خان تو اتاقه؟ نه، یه ساعت پیش رفت بیرون. هنوز بر نگشته. موافقم بریم بیرون یک کمی گردش کنیم؟ البته، کی جرأت داره تقاضای شما رو رد کنه؟ شکست نفسه میگنی. یعنی میخوایم بگی خودتون نمیدونین که جوونه تو دلبرایی هستین؟ خدا پدر دزده رو بیامرزه که باعث آشنایی من و یه همچه خانم خوشگلی شدن. به نظر شما من قشنگم؟ چی بگم؟ خوشباله اسکندر خان. راستی؟ چرا تنها اومدین اینجا؟ کسی رو نداشتم که با هم بیاد. بچه بودم که مادرم فوت کرد. از اون موقع به بعد من و پدرم با هم زندگی میکردیم. پدرم تاجر بود. اونم یه سال پیش عمرش رو داد. عجب داستان غم‌انگیزی. ولی مثل اینکه ثروت زیادی براتون باقی مونده. چه فایده؟ عوضش هیچ کس رو ندارم. نامزدم نداری؟ نه. شما تجارت میکنی؟ نه، تو وزارت راه کار میکنم. یعنی زمین متر میکنی. خب دیگه بریم، داره دیر میشه. شب تو سالون هم دیگه رو میبینیم؟ حتما. ممکنه بفرمایین چرا امروز با امیر خان رفته بودین بیرون؟ شکار خوبیه، نباید از دست بدیمش. شکار خوبیه یا شکارچی خوبیه؟
خودت میدونی که هما برای شیطونم پاپوش میدوزه. مخصوصا اگه یادت باشه یه روز پیش گفتی که باید از افراد تازه استفاده کنی. خب چه خیالی براش داری؟ اولا پولاشو میگیریم، بعدم در کارمون از تازه کاریش استفاده میکنیم. اگه قبول نکرد چی؟ اون با من همچی دیوونش میکنم که اگه بگم تو چا بیفت بیفته. از اون گذشته جوان ساده و بیالایشیه، زود میشه رامش کرد. فکر کردم برام رقیب ترست. اگه این فکر داشتم چی کار میکنم؟ میدونی که خیلی دوست دارم. اگه این فکر داشتی بیمعطلی میکشتم. فقط یادت نره امشب باید پولاشو ببری. باهاش قرار دارم، میاد تو سالن. خب دوتا بفرمی. مرسی. منم دوتا. ورقه خوبیه ولی حیف که پولم کمه. سر ماشینت بازی کن. قبوله؟ بله بفرمایید. اینام روش دیدم. خیلی معذرت میخوام، این یه کمی چرخ‌تره. فردام تو محضر منتظرم که ماشینتون رو به اسم بنده بکنی. ببخشید. بالاخره تیرمون به هدف. اونم چه تیری، تیر طلا. از شیرم اومده؟ عالی خوشم اومد، عالی بود، عالی بود. فکر نمی کردم به این صدیگی پولاشو ببری. واقعا نمیگم داستان عجیبیه. ببین، تو اینجا مواظب اینا باش تا من برم اتاقشون رو بگردم، شاید یه چیزی پیدا کنم. خیلی خوب، برو. چه خبرته؟ برش کن. بفرم. برو لباس تو عوض کن. لباس های بازم. بیا برو یه دست از لباس های منو بپوش. یارو کی بود؟ همون که این روز صبح رفتم پیشش. میخواد با ما معامله کنه. ما که اینجا جنس نداریم. خودش داره، ما خریداریم. میشناسیش؟ نه. Thank you.
چرا چنگیز نیومد؟ نمیدونم. نکنه خوابش برده. اونجا رو یاروج دماغ نشست. میگم خیلی بده ها که کشتی های یه نفر آب ببره. ولش کن بریم، داره یواش یواش میاد تو را. کمی آب بیار. چرا اینطور شده؟ نمیدونم. چرا اینجا افتادی؟ وقتی وارد اتاق شدم مشتم و کمی به صورتم خورد. بیارزه. پس یه نفرم نمیتونی بر بیای؟ چه جور آدمی بود؟ نشونیاشو بده تا خودم به حسابش برسم. آزاد تاریخ و نشت خوش. خیلی خوب، شما بریم بیرون. بازرسی هم کرده. فکر میکنی چی بوده؟ حتما یکی از نوکرهای رشید بوده، اومده خواسته فوزونی بکنه. از کجا معلوم؟ شاید پلیس بوده. پلیس بوده؟ ممکنه. بالاخره کار یکی از ایناست. ببریم. گفتم پلیس زرنگی هستی، اما من باور نمی‌کردم. حالا دیدم نه بابا، راست میگم. چقدر دیر کردی آقای پلیس؟ تایی؟ آره. چیزی گیر آوردی؟ فعلا نه. حالا میخوای دستگیرشون کنی؟ نه، حالا زوده. موقعی که همه افراد ما نشون شناختم اقدام به دستگیریشون میکنم. چطوره؟ موافقی؟ خوب نقشه ایه. من به زرنگی تو ایمان دارم و از حالا میدونم که بالاخره یه روزی شر همه اینا رو از سر مردم کم میکنی. منم جز این آرزویی ندارم. خب فعلا شب بخیر. شب بخیر. ببین دیگه با من تماس نگیر، ممکنه بو ببرم. اگه کارت داشتم تلفنی بهت اطلاع میدم. باشه، تلفن کن. خداحافظ. قربونت برم. صبح بخیر. صبح بخیر. تو همون. تو همون؟ سلام. سلام امیر خان، صبحتون بخیر. ببینم اسکندر خان دیشب اینجا بود؟ بله، چطور مگه؟ تو که گفتی فقط منو دوست داری. ولی اسکندر خان مرد پولداریه. پول چه خوشبختی نمیاره. اما زندگی کردن پول لازم داره. معذرت میخوام، ممکن اون حوله رو بدون به من؟ بفرمایید. مرسی. در هر صورت من امروز میخوام برم تهران. خب برو. بی تو چطور میتونم برم؟ بی پولم که نمیشه اینجا. من یه فکر خوبی کردم. چطور به اسکندر خان بگم کاری بهت رجوع کنه که همیشه با هم شیم؟ بد نیست. ولی اسکندر خان چه کاری به من رجوع میکنه؟ حمله قاچاق. اگه قبول کنه مجددا پولدار میشی. قاچاق چی بشم؟ نه، من از این کار نفرت دارم. نمیتونم قبول کنم. پس منو فراموش کن. اگه با اسکندر خان کار کنم منو دوست داری؟ در صورتی که به کارم دخالت نکنه بله. قول میدم. ضمناً خودتو برای اس حاضر کن، کارت دارم.
خیلی ساده ای اسکندر خان، خوب به چنگم افتادی. رشید خان منو فرستاده تا همه شما رو مثل سگ بکشم. بیاین بیرون بچه ها. نگاه کنیم. هیچ فکر نمی کردم به این زود پال بشیم. هنوز معلوم نیست جوجه را آخر پاییز میشه. الان به زندگی تو خاطر نمیدم تا بهتون ثابت بشه که همین الان معلومه. از ساعت رو بنده تونم بنده اسکندر اخبال کسی نمیشه. ببرینشون اون پشت راحتشون کنیم. را بیافتیم. همین روزا اربابت هم بیاد پیش خودت. یه چلا را میافتیم. بهتر نیست اینا رو تحویل پلیس بدیم؟ شما به کار ما وارد نیستین، دخالت نکنید. با این جریانی که پیش اومد دیگه موندن ما اینجا صلاح نیست. باید فوراً حرکت کنیم، مخصوصاً که امشب جنسان میرسه. بیا تو هم پول هتل رو حساب کن، بعدم به اتفاق چنگیز دوتایی بیان شهر. چش قربان. تکلیف جنسه چی میشه؟ یه ساعت بیشتر وقت نداریم، اینا هم که نیومدن. راست میگی، فرصتمون کمه. بهتره شما دو نفر برید. میدونین که چیکار بکنیم. باید ساعت 11 اونجا باشیم. چراغای ماشینم خاموش کنیم، خودش میاد جلو. وقتی کارتون تموم شد تو کاباره منتظرتونم. اینم سویچ. چرا دیر کرد؟ هنوز 5 دقیقه مونده. این کار خطرناکو فقط به خاطر تو قبول کرد. عوضش هم منو داری، هم پولدار میشی. تو رو دارم کافیه، پول ارزش نداره. خودم عاقبت باشه. حالا موقع انتقام از اسکندر خانه. جنسا با تحویل دهندش پیش منه. حساب شما دوتارم میرسن. بیان ببینم. بریم سواشی. اون مامانی رو بندازین تو یه اتاق، این نرقولم تو یه اتاق دیگه. از اصله هم غافل نشین. اگه خواستم تکون بخورن مهلتشو ندیم. یلا نبیا.
بخیر. بی زحمت کمی آب بیاریم. خیلی خوب، الان میارم. نگاه کن میرم. بله، تا کی باید اینجا باشم؟ تا وقتی رشید خان دست رو. جناب سرهنگ، من مأمور شماره 16. همشون اینجا. میتونه مأمور بفرسته. انتهای کوچه دری رو برو. بله؟ نه خیر، من الان خارج میشم. بله بله. یه بله. کجا؟ برو تو. برای اگه یک کمی دیر زمیده بودیم، معلوم نبود حالا چه سرنوشتی داشتیم. رشید با اسکندرخان خیلی بده، حتما ما رو میکشه. باید مواظب باشیم دفعه دیگه به طورش نخوریم. ببینم رشید با اسکندرخان چه اختلافی داره؟ بعدا برات میگم، ولی اختلاف از موقعی شدت گرفت که چنگیز یکی از رفقا به دستور اسکندرخان از بین برد. یارو جنسا رو تحویل، ولی چنگیز به جای پول بدنش با گلوله سوراخ سوراخ کرد. آخه اسکندرخان مرد تمایه، میخواد همه چیزو مفت مسلم به دست بیاره. همونطور که شما رو به دست بارد. اشتباه میکنم، من براش خیلی گرون تموم شدم، برای همینه که خیلی دوستم داره. قسم نخوریم، باور کردم. بلبل شدی؟ رشید خانو گرفتم. از کجا فهمیدی؟ تو روزنامه نوشته. نیمه شب دیشب مامورین موفق شدن رئیس و اعضای یک باند بزرگ قاچاقچی را دستگیر کنند. در کاوشی که از منزل رشید خان رئیس این باند به عمل آمد، دو بسته هروئین که قیمت آن بالغ بر 1,000,000 ریال میباشد به دست مامورین افتاد. تحقیق از قاچاقچیان دستگیر شده ادامه دارد. راستی که شانس آوردید. فاتحه جنسا رو باید خوند. رشید مرد زرنگی بود، نمیدونم چطور دستگیر شد. میگم نکنه بیمعرفت ما رو لو بده. مگه شک داشتی؟ پس چیکار کنیم؟ همین الان حرکت. کجا بریم؟ میریم دهکده مهدی خان، در ضمن جنسامون هم میاریم. تو هم برو چمدونا رو آزاد کن. اتفاقات عجیبی پشت سر هم میفته. Ne
بچه هم هستیم که مهدی خان بود. دیگه در ببینم. آره خودشه. برو اونجا. سلام عرض میکنم قربان. سلام چنگیز. سلام خود. سلام مهدی خان، حالت چطوره؟ به مرمتون بد نیستم. تو چطوری؟ خوبم، ولی که عجب شما یاد ما کردین. خیلی وقت منتظرتون هستم. متشکرم. تو چطوری کوچولو؟ بد نیستم. خواستی با دوست و همکار جدیدمون امیر آشنا بشیم. خیلی خوشبختم. خوشبختم. به به امیر، چه اسم قشنگی. خودش هم خوشگله. بچکرم. ببینم اینا رو از کجا به تور میزنی ها؟ شوخی نکن دختر. اینجا چی کار میکردی؟ جنسان پایین در رست میخوام بیارم بیرون. خودت انداختی؟ آره دیشب انداختم. آخه جاندارما تعقیبمون میکردم. چرا یکی از رعیتاتو نیاوردی؟ تو که تنها نمیتونستی جنساتو خارج کنی. هیچ کدوم قابل اعتماد نیستم. اگه یکیشون بو ببرن من چی کارم؟ یه ساعت نمیذارن اینجا زندگی کنم. همون بسته هست؟ بله، تو گونیه. جای خطرناکیه. جنسه چی هست؟ تریاک. چند کیلوه؟ 30 کیلو. برو تناب بیار. سرشو ببند به قلاب جیب. زودتر. خوب بازش کن، بنداز پایین. میتونی بری جنسه رو از پایین بیاری؟ شاید. پس زودتر شروع کن. ببینم چی کار میکنی. محکمه، محکمه، مطمئن باش. تنابه دیگه بیار. آه،
سالم باش. باریکلا محکم نگه داریم تا بیاد بالا. خب بیشتر راه اومده بالا. زودتر دست بده من. آفرین، خیلی شجاعی. متشکرم. هیچ فکر نمی‌کردم موفق بشی. خب بچه ها سوارشین بریم، جنسار هم بندازینش تو ماشین. بریم بدایین، بدایین. عجله کن. خیلی خیلی خوش اومدید. متشکرم، نمیخورم. متشکرم. منزل ما رو روشن فرمودی. دست درد نکنه همشیره، خودم تو عرفتید خدمت میکنم. ایشالله، خدا از دهنت بشنوه. ببینم، مثل اینکه مریم خانم از ما خوشش نمیاد.
چون از موقعی که ما اومدیم اینجا هیچ پیش ما نیومده. آخه به اصطلاح خودش از قاچاقچی ها متنفره. چه پر مدعا؟ فکر میکردم دختر عاقلیه، تصمیم خوبی براش گرفته بودم. خودتو ناراحت نکن، اون از این کارا خوشش نمیاد. نکنی دستگولی به آب بده؟ نه مطمئن باش، اینقدر دام بچه نیست. خب آقای مهدی خان، امر بفرمایید. جنسای ما کجاست؟ زیر کاها تو انواره. خیلی خب، پس بگو فعلا غذا رو حاضر کنن که من خیلی خیلی گشنم. چشم قربان. فکر نمی کردم شما از این کارام بلد باشین. باریکلا. خب شما دزدی هم که بلدی. دنبال چی می گشتی؟ دنبال این ده تا کیسه؟ البته من فضول نیستم، ولی می دونین اگه اسکندر خان بفهمه چه بلایی به سرتون میاره؟ اوه نه، از گفتنش تنم به لرزه میفته. ناراحت نشو، من چیزی به کسی نمیگم، ولی یه شرط داره. باید منو دوست داشته باشی، باید منو در آغوشت فشار بدی. دوستت دارم، منو ببوس. خواهش میکنم خانم، بذاریم برم، خوب نیست. کجا صبر کن، این حرفا چیه؟ من تو رو دوست دارم. تو هم باید منو دوست داشته باشی. یالا منو ببوس، یالا. ازتون خواهش میکنم این کارو نکنید. گفتم منو باید دوست داشته باشی. ولم کنید. یالا منو ببوس. میدونی اگه منو نبوسی، خواهش میکنم این کارو نکنید. میدونی اگه منو نبوسی به ضرر خودته. اینقدر سرسختی نکنم. جای خلوت خوبی گیر آوردی. خجالت نمیکشین؟ میخواستیم بذاریم چند روز از ورودتون بگذره، بعد این کارو بکنید. شما دارین با آبروی خانوادگی ما بازی میکنید. شما اشتباه میکنید. من خودم میدونم شما اومده بودیم دزدی کنید. حق بازم. سلام. سلام. کجا؟ سر میدونی قاچاقچی. مگه قاچاقچی ها دل نداره؟ اون به من مربوط نیست. خواهش میکنم بذارید برم. سر کنید. به سر نیست. شما از منم متنفرید. مگه من چیکار کردم؟ دیگه چیکار میخواستیم بکنید؟
شما با اون کسانی که هروئین، مورفین، تریاک رو وارد میکنن و جوونا رو به روز سیاه میشونن همکاری میکنید. حالا با وقاحت میگین مگه چی فرق کرد؟ شما که انقدر احساساتی هستین پس چرا به پلیس اطلاع نمیدین؟ برای اینکه پای پدرم در میاد. ولی کسی که به فکر اجتماع باشه این چیزا رو به محبت پدری ترجیح میده. از کجا که پلیس حرفای منو باور کنه؟ تازه ممکنه تا اونا برسن اینو علائم جرم از بین ببرن. ولی نگفتین که از من برای چی بدتون میاد؟ یه مرتبه گفتم از قاچاقچیان متنفرم، شما، اونا، هر کس دیگه همه برام یکسانن. چی بود؟ ساقی بیار باده. باده چی بود؟ بدجوری امیر با این دختر گرم گرفته. حسودیت میشه؟ نه که منو داری بذار اونم اون دختر رو داشته باشه. این که دیگه حسودی نداره. موضوع حسودی نیست، میترسم از کار کردن با ما به کلی منصرف بشه. نترس جونم، طوری عاشق تو شده که به این زودیا منصرف نمیشود. مسخرم میکنی؟ شما یواش یواش با حرفاتون منو از خودم ناامید میکنید. اگه اینقدر قابل اصلاح باشید خوبه، میشه امیدوار شد شخصیت غیر از اینچه هستید بشید. تا حالا نمیدونستم اینقدر بی‌مصرفم. حالا که فهمیدید چی کار میکنید؟ مرگ موش میخورم. بالاخره با من آشتی کردیم. میتونم اصر ببینم اتون؟ نه خیلی، به هیچ وجه. اما هرچی بیشتر شما رو ببینم زودتر اصرا میشم. خب من باید چیکار کنم؟ یه ساعتی رو قرار بذارین هم دیگر رو ببینیم. برای چی؟ بالاخره یه علتی داره که میخوام شما رو ببینم. خیلی خوب، پس غروب لب رودخونه منتظرتون. چقدر شیطون بعد که نمیگذاری همشهریاتون رو خبر کن. خیلی خوب خبر میکنم. اینقدر اعتبار شدم که میگی نسخه نمیدم ها؟ سی کیلو تریا که ارزش این حرفا رو نداره. موضوع اعتبار نیست، به پولش احتیاج دارم و الا از شما که مزایقه ندارم. مرد حسابی، چطور اون وقتی که آه در بساط نداشتی از این حرفا نمیزدی؟ حالا برای من آدم شدی؟ یارب روا مدار، جدا معتبر شود، گر معتبر شود ز همه بی خبر شود. حالا حکایت این جنابه. جنسای ما رو حاضر کن، فردا حرکت میکنیم. بریم. ایشی که میفرمین خدا شاهد ده تا کیسه بیشتر نبود، خودتون به هم تحویل دادیم. آخه من که نمیخوام مال شما رو زیر رو کنم. این حرفا زیادیه، یا باید یکی سر رو پیدا کنی یا عوضش باید تریاکای خودتو بدی. آه، پس شما برای تریاکای من نقشه کشیدی. مطمئن باش منظورت عملی نمیشه. حالا دیگه کارت به جایی کشیده که به من توهین میکنی. حالا حسابتو میرسم. خواهش میکنم تو رو خدا رحم کنید، اینقدر بی‌انصاف نیست. بانگام شو ولی تو رو میکشم. شما ها تقصیر ندارید، مقصر منم که پدرتو از فلاکت و بدبختی نجات دادم. ولی اشکالی نداره، حالا هم میکشمش. تو رو خدا رحم کنید، اونو ببخشید. باستم برو گم شو حیوانی. بی حرکت، اگه از جات تکون بخوری مثل سگ میکشمه. درسته که تو یه روزی پدرمون از فلاکت و بدبختی نجات دادی، ولی بی استفاده کردن از ما بودی. خونه و زندگی ما رو مخفیگاه خودت، حالا دیگه چشم گوش ما باز شدی. دیگه اوامر تو رو کورکورانه انجام نمیدیم، برای اینکه خیلی خوب شناختیمت. زود باش گروت از اینجا گم کن، چون زندگی تو الان در دست منه. با کوچکترین فشار انگشت به ماشه اسلحه به زندگی کثیف تو خاتمه میدم. Ha 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 ha!
اگه سرکار علی فراموش نکرده باشین، اسلحه تا دیروز پهلوی من بود. منم اینقدر احمق نیستم که اسلحه رو با فشنگ تحویل یه زن بدم. میتونی تیراندازی کنی. دخترای نترس و شجاعی داری. خیلی مایلم منظره مرگ تو هیچ وقت فراموش نکن. البته خودشونم به این آسونی ها ول نمی کنم. اونا رو هم باید یه گوشماری بدم تا... به نام قانون همه توقیف هستین. چی؟ تو پلیسی؟ اون دیگه به تو مربوط نیست. فوراً چاقو رو بنداز و اینا آتش میکنم. اینطور، حالا فهمیدم چرا رشید دستگیر شد. عجب جوان ساده‌ای بود هما، چه زودم رام شد نیست؟ متاسفم از اینکه با این همه زرنگی بالاخره به دام افتادیم. این خانم رو ببین که خودش عاشق بیقرار من جلوه میداد. ولی موقعی که پولم تموم شد وادارم کرد که با شماها همکاری کنم. اما نمیگونست که من برای منظور مخصوص احمق نیست که آلت دست اینطور زده بشه. چون هر بچه در اولین برخورد حالا از این که باید در زندون آب خونش بخوریم بهتون تبریک میگم. خب تبریک تو پس بگیر رفیق. برو تناب بیار اینا رو بسته‌بندی کنیم بفرستیم جیلان. میخواستم جور دیگه ای شما رو راحت کنم ولی فرصت ندارم. طوری شما رو بکشم که وقتی میان اینجا رو بازرسی کنن جز یه مش خاک چیزی ازتون باقی نمونده باشه. تا چند دقیقه دیگه نه اثری از این آقای پلیس باقی میمونه نه از شما آقای مهدی خان. بالاخره حسابمو باید تسویه میکنم. هر چی میخوای بگو، چون مرگ شیرینی در انتظارتونه. تو هم برو اون هدیه رو از بالا بیار تا ازت ممنون بشن. به چنگیزم بگو بره تو ماشین تا من بیام. تو هم برو تو ماشین. جنسا رو ببر تو ماشین. خب آقای پلیس، شما بهتر واردین. سر ساعت ده اینجا منفجر میشه، یعنی درست ده دقیقه دیگه. اون موقع ما از اینجا خیلی فاصله گرفتیم. میذارم جلوی چشمت که خوب ببینی.
که من میجن اسکندر خان. بله آقا. اینجا مواظب باش تا ما بریم تو مرکز. سیب ساعت قطع کنی. خوب به موقع رسیدیم. الان 10 دقیقه است رفتن. عجله کنی زودتر دنبالشون بریم. یالا بده. بده بینا. همون ماشینه. تونتر عجله کن. ما
دارم از پشت میام. محاصرهشون کنید. شما هم از این طرف برید. وقتی میشین ممکنه به طرفمون تیراندازی کنن. شماها در محاصره هستین. مقاومت بیفایده است. بهتر تسلیم بشین. Thank you.
نکنه. از جهت رو بنده دیم را بیفتیم یلا بهتون تبریک میگم. منم از شما تشکر میکنم. امیر امیر مریم خدا رو شکر سالمی. من و مریم هم دیگر رو دوست داریم. اگه اجازه میدیم بریم تهران با هم عروسی کنیم. مریم نداره. اول به خدا، دوم به شما میسپارم. سرپرستی بکنم. ما باید از این به بعد شرافتمندانه زندگی کنیم. میل خودتی. هر طور مایلی رفتار کن. من حاضرم. بریم. زودتر اونارم بشه. چشم قربان. متشکرم. بفرمایید شمارم برسونم.